أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أقسام قلب ميخندم در قرآن إي قسم پونزا ومية چي قلبا خوب، چي قلبا باطل نيقى يكي از قلبها أقسامش قلب مطمئن إتمينان در لغات به معنای آرامش سکون آرام میگیره ساکنه مسترب نمیشه قلبایی از که یعنی حقیقت رو چون مجرد مادی نیه تنها چیزی که او آرامش میده یاد خدایه با یاد خدا آرامش پیدا میکنه ذکر میگه یا مثلا قرآن می خانه بیاد خدا می وفته به زبان نه به قلب آرامش پیدا میکنه کنه بعضی های تو ما و شما الان فکر میکنیم کنیم مجرده فکر میکنن که خاندارا هیچ فکر نداره هیچ غم ندارن دل اونا آرامش داره هر بدبختی که از سر ما مجرد فقیرا میگن که پولدارا هیچ چیز ندارن مشکل ندارن مشکل مال مایه مردم خبر ندارن که دنیا دار به مراتب بیشتر از فقیرا دل دارن اونا خیلی دل دارن پولدار این ای پول نداره فقط یک مشکل داره که چیزی که میخواه بخره پول نداره اما او که پول داره صد غمی دیگه داره فلانی قرضه گرفت برد نداد پول زیادی قرض کرد نداد فلانی جا ماشین چپه شد و سامانه شکست یک وقت دیگه موتر دوز میبوره راه میزنه او را میبوره می در بین راه در جاده ها این مصیبت میگیره پول داره خیلی مشکل داره قیمت‌ها با در بازار بالا میره پایین میایه شب خواب ندارن درست یک قصه ما قبلا برای شما کردم در این مورد این اشتباه مردم فکر میکنه که اینی وزیرا و رئیس جمهور اینا خیلی خوشبخت و آرامن حرامش دارن سکون دارن اما چیز به امری اونا اجرا میشن اونا به مراتب دلهورشان بیشتره از مردم بیکار این یک عرف بی خوده بزرگترین گم شده قرن بیست و یک کم بشر امی آرامش روانیشه که نداره بعضی ها دست به خودکشی میزنن امی را که صدها نفر جوان به هدف برای اونا دست میزنن بعضی اوقات خودکشی میکنن او قدر آسابشان خراب است که قراری که روزنامه در غرب می نویسن که وقتی که می برای خود خانه درست می دیواره دیوارای شیشایش که زد سوت باشه که صدا نیایه اگر اندک صدا بیایه او خواب نمیره دیگه آسابشان خرابه به هیچ چیز دل آدم آرامش پیدا نمیکنه نحوی مشکلات فرق میکنه مشکل عاجز یک چیزیه مشکل قدرتمند چیزی دیگریه مشکل فقیر یک چیزه مشکل پولدار چیزی دیگریه مشکل مجرد میگه آخ زن میخوام مشکل زندار میگه وای کرایه خانه میخوام وای مصرف داره بچه های دیگه او شده بیست مشکل دیگه داره حکومت یک قسم مشکلات دیگه به خود داره

همه گریفتارن منتها اونهایی که ایمان به یاد خدا هستند این مشکلات اونها را خم نمیکنه نراتی زیاد نداره حسابش خورد نمیشه با مشکلات با بزرگواری و متانت برخورد میکنه دنیا را معلول اراد، تصادف کور نمیدانه دنیا را ناشی از یک اراده با تدبیر حکیمانه خدا میدانه میگم چیز مسلحت داره آرامش پیدا میکنه اگر ببینه بی که همسایش پول داره و خودش پول نداره قلبش آرامه مشکل نداره به امو قسمت عمومی که شده شده به قسمت خدا راضی کار کرده فعالیت میکنه ولی بش نرسید نراحتی نداره به قول حافظ میک چو قسمت ازلی بی حضور ما کردن دنیا به دست ما کنی او از خود مدبر داره چو قسمت ازلی بی حضور ما کردن اگر نه اندکی اگر نه اندکی با وفق رضا خورده مگیر اگر یک مقدار مطابق رضای تونیه ایراد نگیر ساکه تسلیم شو او را در حضور ما و برای رضای ما نکردن او را یک حکیم مدبر قاهر از فوق تقسیم کرده دل آدم آرام میگیره سلی که روی انسان میخواد درد داره ای کافر و مؤمن و شقی و سعید نداره پیغمبر و غیر پیغمبر درد میکنه این قانون فیزیکی برای ما تطویق میشه فرقش در کجایه؟ فرقش در آرامش باطنه او که کافر دنیا را تصادف میدانه آرامش روانی نداره حسابش خورد میشه که چرا این سلی به ما خورد چرا ما این سلی ما به دیگران نزدم چه وقت انتقام بگیرم دنیای کور از مثل اسای کور میدانه اما او که مومنه به خدا ایمان داره نه خیلی درد داره ولی ناراحتی نداره تحمل میکنه نگه کائنات بعد اوقات هم قدرت پیدا میکنه که انتقام میگیره میکتور بخشیدم بر به خاطر خدا هر مسیبتی که به انسان برسه و مستند به سوی خود اختیار خود آدم نباشه اجر داره حالا اگر سواب نداره اجر داره یعنی گناه تخف... تخفیف میده ایرا اجر میگن اجر داره دل آرام میگیره به یاد خدا سنخ روح ما مجرده سنخ ملکوتیه تجرد روح ما غیر از تجرد خدایه اینا خیلی فرق داره خدا از نظر ماهیت تجرده در افعال خود مجرده به ماده نیاز نداره ماده را خلق میکنه اما نفس ما که مجرده فقط از ماده مجرده نه از ماهیت محدوده در افعال خود محتاج به بدن مادیه اینا فرق میکنه بالاخره سنخ سنخ تجرده خیلی با او طرف علاقه داره با این قضایای مادی غرایز ما ارضا میشه اما روح تا زمانی که کسیف نشده فقط به یاد خدا حالا به ذکر الله تطمئن قروب از استر دیگه استراب نداره نمی زبرای هر چیز یک یک نفر جوان مجرد که یک زن میبینه زیر رو میشه همه چیز خود فراموش میکنه نه شرف خوده، نه دین خوده، نه دنیای خوده، هیچ چیز فکر نمی کنه. اما متدین دلش نمی لرزه، آرامه، ولو مجرد باشه خود کنترل میکنه کنه با آرامش نان نداره با فکر دوزدین مال مردم نمی وفته. دلش آرامه مطمئنه استراب نداره گای به ای طرف گای به او طرف متمایل نمیشه وَمِنَ النَّاسِ دَرَسُوا الْحَجَّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ بازي از مردم هست که خدا را به یک طرف میپرسه اگر شکمش سیر بود و بود خیلی اگر نبود بر خلاص ایمانم ایمانم میگذره فقط به موخیره درجه ایمانه یک نفر بالای پل را میراد وسط خوب این مطمئن یکی از ملهبلب پل میره که اگر یک ذره تکان خود بین دریا میفته و من الناس من یعبد الله علی حرف یعنی بر یک طرف فقط به اندک ضرر برمیگرده از دین برمیگرده ما دعا کردم خدا دعای مر قبول نکرد ما دیگه نماز نمیخوانم میبینید ای, ای تو میشه اما اونایی که ایمان درست دارن الدرجه درجه نه متوسط اونا استقرار دارن سکون دارن آرامش دارن به مشکلات دنیا وادار نمیشن که به معصیت خدا آلوده کنه همو شاعر در حضرت علی میگه میگن شیر دلاور که زبار تمع نفس در خان جهان خان همو دسترخان صفره در خان جهان پنجه نیالود علی بود هیچ وقت اونایی که ایمان دارند که از به ایمان علیر نمیگه متوسط اونا در خان جهان پنجه خود به حرام آلوده نمیکنن پیدا کرد از حلال میخورند که نبود صبر میکنن بر آقای نفس خود امیر غرایز خوده ای خیلی خوبه که آدم اطمینان داشته باشه خیلی ارزش داره لذت داره ای از ماده به دست نمی آیه. از مادیات به دست نمی آیه. از رتبه و جا و مقام سیاسی و اجتماعی به دست نمی آیه. فقط از ارتباط با خدا به دست می آیه. آدم مطمئن میشه عمر آدم طولانی میشه اگر ما به هر چیز استراب پیدا کنیم ناراحت شیم خشم کنیم، غضب کنیم، تب میگه میگه در باطن انسان ترشواتی صورت میگیره، سلولای بدن پوسیده میکنه، مرگ عمری آدم کمتر میکنه، اما اگر آدم آرامش داشته باشه، در ذهن خودمه چیز تحلیل میکنه، امره از طرف خدا میدانه، هرچی از دوست میرسد نیکوست، عمرش زیاد میشه، لذتش در زندگانی دنیا تمام میشه یک مرد اخلاق یک انسان اخلاقی با یک انسان غیر اخلاقی زمین تا به آسمان فرق داره هم در جهان بینی خود هم در ایدئولوژی خود فرق میکنه یا ایت و النفس المطمئن چی خطاب خی خطاب خطاب دوست حبیبه در موقع, در موقع مردن مثلا یا ایتو النفس نفس المطمئنه تو در دنیا از ایمان اطمینان پیدا کردی ای آیه که میگه الا به ذکر الله تطمئن او آیه دیگه بس بس خطاب به نفس میکنه برای پیش خدا خیلی ارزش داره ای در دنیا زحمت کشیده که به درجه اطمینان ایمان خود رسنده یا اینجا میگه الا به ذکر الله تطمئن دل ظاهرا مراد دل فیزیکی نیه در این آیه دیگر یا تو النفس المطمئن یعنی این استنبات برای انسان پیدا میشه که مراد از قلب ای قلب فیزیکی که تلومبه میزنه نیه همون نفسه یا ایتو النفس المطمئن بیا بسوی جهان خود برگرد تو رفتی درس خاندی کامیاب شدی بیا دیگه برگرد مثل یک نفر محصلی که در پوانتون درس خوانده، فوق لیسانس مدرکش مدرک بش میداد حکومت بیا از پوانتون بیروش بیا اینی رتبه این مقام این تنخواه بیا کار کن به این نفس مطمئنه که در زندگانی دنیا کامیاب شده برای تجارت آمده بود عدف غایی آمدن انسان تکامله همه اشیا برای تکامل آفریده شده انسان که سر گل سرسبت اشیاء و طریق اولا برای تکامل آفریده شده غرایز خود کنترل کرده دلش آرام گرفته رویش آرام گرفته جانش سکون پیدا کرده در باطن خود احساس عظمت میکنه غرایز انسان مثل دریاهای جوشنده و خروشنده همیشه به تو، توفانه غرایز همیشه توفان داره آرام نمیگیره روح انسان هیچ ممکن نیه که آرام بگیره ما بعضی اوقات در می دوران جهاد در کنفرانس ها با رئیسای جمهور صحبت کردم با کلانا وزیرا با اینا صحبت کردم با پولدارا مثلا فرض کنید صحبت کردم داستانهای عجیبی همه ایشان دلهوره دارن تشویش دارن آرام نیست وقتی که پای غرایز در بین آمد. همیشه آدم در طوفان غرایز مسترب و متزلزله. خدا که موتور خلق کرده فطرت موتور میدانه میگه به خدا پناه بیار. امی که کنترل کنی ایمان توم کامل میشه. او آرامش پیدا میکنی. کل قضیه دامی دا آتش فشان غرایز دریای طوفانی موج هست آتش فشان ها امی غرائز مایه که همه چیز نابود میکنه دنیا و آخرت اگر اینا کنترل شد که ما اخلاق میخانیم قلب مطمئن میشه نفس نفس مطمئن نمیشه خدا دیگه باز به با او در آخر مدال میده افتخار میده من میده يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي بركت بسوي كي بسوي پروردگار خَوْدَ خوت مكانم لا مكان نِشَانَمْ بِي نِشَانٌ باشات بأعلمي نور و لا يتنائي ارجعي إلى ربك راضية مرضية هاها مسألة میاید تو به بخدا خدای خود عاشقی تو از خدای خود راضی بودی راضیتا در تمام زندگانی چی بر تو خوش گذشت چی بد گذشت ولی راضی بودی تو نم تو می گفتی که هرچی از دوست میرسد نیکوس با او پابندم بودی دل تارامش داشت به همه چیز تو راضی خیال میکنی که تنها تو راضی ما هم از تو راضیم مرضیه مرضیه ینی تو پسندیده مهی مورد رضای مه ی اگر م برای تو مرضیهم تو هم برا مه مرضی ای چه مقام بالایه ای از بعشتم بالاتره ای مدالی که خدا در آخر رفتنې از ای دنیا و بنده مطمئن خود میده درجه اطمینان رسیده روحش جانش ای مدال از بعشتم بهتره خدا این ای خطاب در موقع مردن نصیب ما و شما بگردن عاشقان چند مشتاقان کوی دلبرن عاشقان هرچند مشتاقان کوی دلبرن دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشق ترن. تو به این وجود ضعیف خود یک قسم به خدا علاقه داری او به وجود لایتنایی خود به تو چقدر علاقه خواهد داشت چقدر اثر داره خیلی فرق میکنه این ای آیات برای ما و شما غنیمته اگر فرض کنیم بهشت نباشه در امی دنیا افتاد سال، اشتاد سال، پنجاه سال ما و شما زندگی میکنیم نباید که ای آتش فشانه را خاموش کنیم که ال ما رو می سوزنه. افراد و سرکشی این ای توفانه مواج که در ال ما و شما را غرق کنه نباید که ما اینها رو کنترل کنیم که ما را غرق نکنن. به عنوان یک انسان باوقار زندگانی کنیم بعض اوقات کافرا با می جی میرسه یک نفر کایت میکرد گفت یک, یک هندو در قندار خی... یک دفعه ضرر کرد خیلی پولش رفت گفت ما اونجا پیشش بودم اصلا دیدم که خم به امرون به آورد لابد یک کم یک چیزی بهش گفته بوده این مسلمان که ضرر کردی دیگه کردی میخواسته بهش تسلیت بده او هندویه لکن روش قوی بوده گفته بود که نه این تجارت دیگه آدم گای فایده میکنه گای ضرر میکنه رفت که رفت اشکال نداره یعنی تو آدم اگر به تو جا برسه که نه به ضرر ناراحت شو نه به فایده زیاد خوشحال شو اونمو اطمینان دیگه یک, با یک, با یک نفر از حال معرفت چی شده بود مریض شده بود گفتن میخوای برای دکتور دوک برم؟ گفت نه گفت میخوایی که همه تو مریض بمانی؟ گفنه نه گفت که سعی و سالم شوی؟ گفت نه گفت تو چی می که نفع از داد می عقل داری؟ گفت عقل داره ما بنده بنده خاص نداره و ما تشعونه الا ان یشاء الله پسندم هن چرا جانان پسندد او تو گرادن با او تو جا برسک در امی دنیا در امی کره زمین تنگ کوچیک در باطن انسان به اشت پر پایه در به اشت زندگانی میکنه بدنش در امی ماده در امی جان ناسود و در عالم ماده روش در به اشت رضوان الله که آدم خیلی فرق میکنه که برای 50 غنی غریه کونی او برای 50 غنی قه قه بخندی حب و بغزت به 100 غنی باشه بدات دوست شی نه دات دشمن شی ما راه روان به خلوت شب چون سفر کوین سفر زمین نمیګه کی از یک شار به یک شار برو ما راه روان بش به خلوت شب در خلوت شب سفر کنیم این سفر سفر الله و سفر مناجات سفر راز و نیاز سفر سفر روحانی بر تاج خسروان به حقارت نظر کنیم الا به ذکر الله تتمین القلوب و الحمد لله رب العالمين